خب من دو تا همزاد دارم که همه کارهای منو میکنه. قبل از اینکه تو سریال شمس العماره بازی کنه، تو چند تا فیلم و سریال مثل مرد هزار چهره هم بازی کرده. ولی قبل از اینکه تو سریال شمس العماره بازی کنه، تو چند تا فیلم و سریال دیگه هم مثل مرد هزار چهره هم بازی کرده بود. ولی بازی تو سریال شمس العماره در نقش شکور خیلی معروفش کرد. بله، امیر حسین رستمی رو میگم. امیر حسین رستمی متولد 1362، بازیگری که به خاطر بازی‌های خوبش در سریال و فیلم‌های مختلفی مثل نون و ریحون، وضعیت سفید، 352، مرد هزار چهره و مسیر انحرافی می‌شناسیمش. اگر می‌خواهید با خصوصیات اخلاقی و نوع زندگی امیر حسین رستمی بیشتر آشنا بشید، این قسمت برنامه گپ رو با هم تماشا می‌کنید. خیلی خوب، این یکی چیه؟ واقعاً یکم چرب رنگی داره. واقعاً ورزشکار باید خوب به خودش برسه. آره، پروتئین خیلی مهمه. خیلی پروتئین، فیبر، ویتامین. چطور بود؟ ولی سنگین نشین دیگه. نه. یه ذره بزن. به نظرم اینا واقعاً سبکه. خیلی زیادی سبکه از نظر من. آخه کافی مرسی. نه، اون خوب نبود. چرا؟ نه، یه بوی میده. بذار بچشم. با انگشتو کردی تو اون؟ نه، بغلش بود. بغلش از بغلش بود. از اینش برداشت. خیلی کار زشتی. از لبش برداشت. چه بزن واقعا. خیلی کار زشتی که. من تو بیا. من چرا، من که کار بد نکردم که. ظرفتون نریخ شما. نه. میزدیم. نه نه درست. بریم. بریم. آره. چیز دیگه نمیخوایی؟ من نه. من نه. من چون میخوام بازی هم بکنم. چرا من این میارم به خودم. با خودت بیا. آره. خیلی خوبه. اینو اصلا میذارم تو این میارم. آره. خیلی هم. شمش بردارم. میفهمم. چقدرم عالی. وای، من عاشق نون پنیرم، اینا رو نمیخوام. چقدر به سلامتیت اهمیت میدی؟ من خیلی جون دوستم. راست بگو. آره. چجوری؟ نگران پیر بشی. آره خب. چند سالته امیر حسین؟ من الان امروز چندمه؟ 25مه. 13 14 روز رفتم 36 تموم کردم. 12 بهمن 54. خیلی پیری. 12 بهمن 54. 12 بهمن خیلی پیره. اوه خیلی پیره. رام بود منظورت من 150 هم چی میشم؟ همین تو خیلی خیلی پیری. جلو نیا چاقو دستمه. نه نه نه. آخر رام بود جوان که هیچ وقت پیر نمیشه، همیشه جوانه دیگه. خب من اول بخورم بعد حرف بزنم. خب به ای طریق، به قول مانفرد، به ای شکل. خب بعد بگو که چی بگو که؟ چی بگم؟ تو زیاد میخندی؟ آره، خنده بی دلیل. نه واقعا زیاد میخندی؟ آره. چقدر اهل خنده ای؟ خیلی. چقدر؟ خیلی یعنی چقدر؟ چند ساعت در روز میخندی؟ اکثر ساعت روز. خیلی متشکرم. چیزه، حجم بیشترش با خنده. بعد چقدر میتونی بقیه رو بخندونی؟ خانم، من تا سر جمارزاده بیشتر نمیرم. من چیزی گفتم شما ناراحت شدین؟ حرف بدی زدم؟
ببخشید. ببخشید دادا. من حالم اصلا خوب. من تو بعد جمال زدم میرم. ماما تو رو خدا اینقدر نگید جمال. من گفتم جمال زاده نه جمال. جمال اسم، جمال زاده فامیلیه. نگو نمیفهمی میگم هی نگو جمال. آها منظور لام. این خیلی سوال سختیه. نه واقعا چرا؟ آخه بعضی موقع دیدی تو درواسی میخندن ولی نمیدونی خنده صادقه یا نه. برای اینکه تو گرفت نشی میخندن یا نه واقعا میخندن. خودت چقدر صادقانه میخندی؟ من خودم همیشه صادقانه میخندم. آره تو همش بی دلیل لذت. چقدر وقتی یه لقمه تو دهنت حرف میزنی؟ چند جور خنده بلدی؟ وا. آره چند جور میتونی بخندی؟ جوابی گفت. خنده صبحگاهی. خنده صبحگاهی بلدی؟ نه. چرا نه؟ خنده ظهر بلد نیستی؟ یعنی ریتمش فرق میکنه؟ آره. اصلا فرق میکنه. تازه خنده ظهر قبل از نهار و بعد از نهار خودش فرق میکنه. چی؟ آره. خنده یه آدم گرسنه بلدی؟ جدی دارم. خنده یه آدم سیر. خنده یه آدم که دیرش شده. چهار نو میتونی بخندی؟ خنده یه مستأجر. خنده صاحب خونه. خنده یک راننده ماشین پنچره. خنده قرون وسطایی. خنده یه آدم که ماشین پنچره. خنده اشکان. این خنده اشکانه. افت که دهنم پر بگره از در می ما دهن خلیط هم دیدیم عزیزم. تو واقعا چهار جور بخند. آره واقعا چهار جور بخند. اونو مگه میشه آخه؟ ای بابا یه جور بخند. اهل خنده یا نه؟ آره بگو حالا خنده چی بکنم؟ هر خر خنده اولیشو خود نه مینوشو شما بگیم اولیش آزاد ولی بگو چیه این؟ آره این خنده خنده جور اول خنده چی بود؟ خنده خودم خنده جور خنده تابستانه چجوری؟ این شبیه اولیه بود نه دیگه آخرش نه نه یه تنگه صبوری کن دیگه صبوری کن زود قضاوت بگو جور سبو بگو گرمش بود آره که میدونم واقعا باید چی کار کنم پیرنم چطوره تازه خریدن یقه رو ببین بودو بودو حالا فردا بهت میگم و میمیری الان بگی خوبه یا بده عزیز من همینطوری میخوای حرف الکی بزنم من تصمیم گرفتم دیگه زود قضاوت نکنم اجازه بده کم تعامل کنم فردا بهت میگم حالا بیا کمک کن سر دیگو بگیر ما بشه خالی کنی چی چی سر دیگو بگیر لباسم کثیف میشه تو اصلا نمیفهمی این اعصاب منو خرد کن سیاه بابا بیا کمک کن دستم خوشتیپی بیا بیا خب جوره چهارم جوره چهارم خنده کسی که چهار بار مثلا یکی دو سال هجره دون بودونه رو بود رفته چی اومنیش؟ یکم منقبض و کنترل شده بود من منقبض و کنترل شده میکنم من نه به خود داره دروغ میگه هیچ وقت این کارو نکن جما داره دروغ میگه نه بابا چقدر اهل دروغ گفتنی؟ دروغ؟ نشون دادی. بابا تو ترسیده میشه واسه اومدن توه؟ اینا چیه شکور؟ دست مریضا. چیه؟ اینا چیه واقعا؟ واقعا چیه من از تو انتظار نداشتم شکور. برای چی سندا رو برداشتی؟ سندا رو برداشتم؟ آره. من همه تلاشمو کردم که سندا رو پیدا کنم، پیدا کردم ایناش. دست درد نکنه زحمت کشیدی. خواهش میکنم دیگه کاری که دست من برمیومد دیگه بهروز جان دیگه من همینطوری که نمیتونم دست رو دستم بذارم ببینم که شما رابطتون به هم میخوره مامپری و دایی هرمز رابطهشون میریزه به هم من یه همچه آدمی نیستم حالا زودتر بریم دنبال مامپری دمت گم که به فکر مایی از کجا پیدا کردی اینا رو حالا چقدر خونسرده چه بچه نازنینیه این خدا ول کن این حرفا رو میگم از کجا پیداشون کردی اینا رو از توی حیاط این دزده گذاشته تو جیبش اومده رو دیوار بپره افتاده رو زمین یادش رفته برداره بعد من پیداش کردم آوردم اینجا به به آفرین کمک کنم دیگه بالاخره یوله دوربین من بود که پسرش به دنیا اومد آره اسم پسر چی بعد رفت پشت دوربینم چند آره. سالشه اجازه بگه 7 سال و نیم خدا بهت ببخشه داشت مرسی خیلی هم به تبریک میگم از پسرت بگو شیا 7 سال میشه بعد دیگه الان کلاس دومه مرسی عزیزم میتونم با چنگوی این یه تو این دو هفته ای که گذشت یه الان یه دونه خوردم مرسی یکم سخت بود رامبد میدونه هرچیا مریض شده بود یکی دو تا همش درگیر کارهای جراحیش میچرخه ولی خوبه
حالا امروز امیدوارم اگر بشه میگم خب بگو که بیاریمش جلو دوربین چون هنوز پانسمان داره. بگو پانسمان چی داری؟ خب کلیهش عمل کردیم دیگه ما. بعد چرا؟ تنگی حاله به بیماری مادرزادی داشت و بعد عمل شد و خب یکی دوتا عمل و ولی الان قراره ساعت 7:30 بعد از ظهر پانسماناشو عوض کنیم و همه چی داره خوب پیش میره. سلامتی میاد اینجا؟ آره میاد. آره من تلاشمون رو میخوایم بکنیم بخور بیفته. آخرش هم دستم رد شد. الان من این یه که دست تو رد نکرده بود همش به خودم خوردم برای اینکه تمام تیکش کنم تو زمین. ما رو؟ منو؟ منم باید بازی ما دوتا توی تیم با میسیم تو توی تیم باستم راست میگه؟ از اینجا به بعدم مجبورم که باهاش وایکینگی آفری میشه من خواهش کنم یه چایی دیگه به ما بدیم؟ به من هم همینطور. سر یه فیلم برداری بودم ماشین رو پارک کردم دیدم یه ماشینی داره دنده عقب میاد بعد گفتم این نیاد بزنه به من همینطوری بی دلیل که منقلب شدم اومد زد با اینم گفتم از چیزی نیست طوری نیست شما برو رد شد رفتم یه ماشین دیگه داره میاد بعد اون خیلی یاغی دیگه داشت دنده عقب میومد بعد اینطوری نور دادم و دستم آوردم بیرون و بعد دیدم نه دیگه راستم داره میاد توم اومد و زد به ماشین و من همینطوری مونده بودم دیگه نتونستم از اون در پیاده شم از در اون یکی پیاده شم گفتم من این همه علامت به شما میدم نور میدم و اینا عصبی بودم وای رستمی شما چرا نمیخندی شما اصلا آخه برای چی منطقشو به من بگو خب من گفتم نه یا اومدی زدی له شدم خندیدی اون وقت نه آخه نمیتونستم هر چی تلاشم کردم نمیتونستم خنده عصبی شد اینطوری خندی آدم که تصادف کرده شدیدی اینو خوب اومدی من یه دونه اینطوری چشم پلکم بیدلیل اینطوری شد پلکه بیدلیل نیزد بعد شعیف میگم این قضیه بین خودمون دوتا میمونه دیگه نه حالا ببینم چون ببین آخه من اصلا به من ربطی نداره که برادر سوسن جون و اینا خاطر اون گفتم که مثلا تشویقتون کرده که راستا بسونی بردارین که بعد تو اونجا ازتون خواستگاری کنه. باشه من به کسی نمیگم. اصلا چه ربطی داره شکور؟ من برای همین گفتم هیچ ربطی نداره. ربط نداره دیگه. اصلا. نداره دیگه. هیچی. آهان. هیچ آهان بیادتون نره. صبونه رو بخوریم؟ بله. خوردیم دیگه. بعد بریم تنیس بازی کنیم. بریم. مربی تنیسی نه؟ یه دوره آره واقعا این کارو می‌کردم 14 15 سال. لهت می‌کنی. شک نکن. ها؟ میگم شک نکن میگی؟ به کی میگی؟ تو بازی بریم بریم ما میخواییم بریم تنیس بازی کنیم من میتونم اینجوری بیام؟ نه خب این بخاطر این پرد میشه میره تو چش من بقیل دست رو بستیدم پرد نمیشه ولی تو به صورتش نمیخوره دیگه چیکار کنم بهتر یه گاردیه شاید دوره وایکینگ نه بیا یه جور رفتار میکنیم از اون بهتر از بازی مخواهد ترسید خیلی دوست دارم ببر این سامورایی ها خوشی خیلی خوب اینجاست خیلی خوب خیلی خوب شروع کن اول من یه چیز بگم من اصلا از تنیس خوشم نمیاد چرا؟ به هیچ وجه ورزش اصلا با مرفهان بیدرد ورزش یعنی فوتبال مردمی زمین خاکی منچستر یونایتد بابا این اصلا بی خودی همچین چیزی رو گفتن که باور کن واقعا هزینه ای نداره یه راکت یه توپه حالا ما که برصورت اومدیم اینجا که آره ولی اصلا واقعا یه راکت و یه توپه یعنی فش از بیرون افه مرفهانه بیدرد نه بی خودی اینطوریه حالا عصباری رو بگی آره ولی این برای چی؟ به صورت ما امروز اومدیم با طبقه پروتاریا مبارزه کنیم میدونی آخه ماجرا اینه که تو هر دو هفته یه بار که اینو نمیخوری تموم شه چرا یه بار میگی چرا من عادت دارم راکت بخورم برو اونجا برو راکت تو بده بخورم بیا دیدی با چه جستی اومد تو کیف و اینا ما این دو تا فقیر مهم نیست از ارشیا برامون حرف بزن ارشیا اول اسمش آرشیاست ولی ما اینقدر همه گفتن ارشیا دیگه میگیم ارشیا ولی ارشیا به چه معناست ولی دیگه تو مدرسه این ور همه جا هی میگن ارشیا میخونن ارشیا ما هم میگیم ارشیا دیگه پس همینجوری حرف بزن حواست پرت آره، پرت آره، آره. بازی وو دیدی اشکان خوب وو بعد الان کلاس دوم دست به من نخوره ها خیلی بلده دست به من نخوره برو واسه اسم بچه آدم بازی کن اشکان نشون بده ما کی هستی بعدم من رام بودم تو هم بگو اشکان می... اوی 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 بیا مال توه من دست نمیزنم بده میگم دیگه برگشت خب
یه تو برگشت یه بازی واقعی شروع میکنی. تا الان نیمه واقعی بوده. خودمو گرم کن. از ارشیا بگو از اینکه میبینه تو بازیگری داری بازیگری میکنی چی فکر میکنه؟ ببین موقعی که من یه نقشای دوز و این چیزا بازی میکنم خیلی ناراحت میشه میره تو اتاقش. ناراحت میشه؟ آره میره تو اتاقش. بچه دوست دارم باباشون نقش دوز بازی کنه. آره یا چیز بچه جانی دب که دوست داره. یا موقعی که مثلا یکی منو دعوا کنه توی قصه منو هول بده بزن و اینا یه بغض بی دلیلی میکنه میره سمت اتاقه. خصوصا آدرسو اشتباه دادن خدمتتون، ما ریحانه ندیم. یه ریحانه خانم از تو کوچه بالاتر. زلزله زیادی نکن، رفتم دم رستوران گفتن آوردنش اینجا. بی معرفت یادم ما اینجا مستاجریم. ببین بچه فوفول، من با شما پایین نرم. برو ریحانه خانم بگو بیاد پایین، والا من خودم میرم بالا. منم برم بالا دیگه پایین نمیام. ویروسیه، خیلی ها گرفتن این مرض. ریحانه میای یا بیا؟ عزیزم نصف شب چرا سر صدا میکنی؟ ما دموکراتیم با هم صحبت میکنیم. بگم کی اومده؟ بگو شوهرت اومده، خودش میدونه کی اومده. خب توقع تو از مردم بیا دوباره میشم این که متوجه باشن که ما هم چیز داریم، روزای خوب داریم، روزای غم داریم، ناراحتی داریم، شادی داریم و از همه مهمتر رام بود اینه که ما یه افتخار کن. افتخار کردم، متوجه نشدی؟ خیلی بعد... سریع افتخار کردم. بعد از همه تو راجع به آرتروز گردنت با ما حرف از همه مهمتر. آره آها راستی اینو اگر که استایلت که اشکان میگفت من چیه، من دوست دارم اینطوری بازی کنم، اگر که استایلت بد باشه بیماری میگیری به اسم البو، یعنی این پشت دست البو. آره حالا همین امروز که نمیگیریم که نه مثلا یک سال دو سال تو با یه استایل ما فقط امروز اومدیم اینجا حال تو رو بگیریم. امیر حسین چند وقت تو مردم تو رو میشناسن؟ بات نداره تو دیگه. حالا از موقعی که من شما به من این اجازه رو دادیم بیام جلوی دوربین شما، خواهش می‌کنم. آره 10 سال 11 سال گذشت ولی فکر می‌کنم با شمس الاماره خیلی این اتفاق بله. افتاد. خیلی با این ازدواج می‌کنی؟ این چه سوالیه؟ میگم یعنی یه موقع به خاطر سند امارت و پول و این چیزا تصمیمتون رو عوض نکنید. او پول ارزش نداره دیگه. اصلا از شکور صادق‌تر هست؟ همینطوری نگاه می‌کنه. من خودم قول میدم که پیدا میشه. آره با شمس الاماره سامان مقدم. آره چطور بود اون کار؟ من که خیلی دوست داشتم. خب برای من که خیلی خوب بود دیگه، طبیعتا من دوستش داشتم دیگه. کلن کرکتر بعد از این بگو که آیا حرفه دیگه ای هم داری؟ من موبایلم پیشم نیست. بچه ها موبایلتون اگه پیشتونه نویز میندازه روی سیستم صوتیمون. خب من موبایل حتی اگر سایلنت باشه. آره. حتی اگر سایلنت باشه. حتی اگر سایلنت باشه. آفرین. خب بذاری من ببینم. بدونم بذارمش اینجا. بذار من ببینم. ببین همسرمه. من باید جوابشو بدم. زنگ بزن ببین ارشیا میگه. همسر جواب. باید جوابشو بدم. باید. نه ما شاخشونمون رو میکشیم، کاری نداره، مهم نیست. الو سلام. هر بازی قرار باشه من هی زنگ زدم. نه بابا. آها. خب ببین ماجرا اینه، امروز اجازه میتونه بیاد پیش من یا نه؟ ها خیلی حالا کار من راحت بود دیگه. ما الان داریم تون بس میکنیم برای اگه توپ خورد بهش چی؟ نمیخوره. بکن. آها. آها. روی شماره خطت که خیلی زنگ زده. آماده ام هست. خب پس من الان موبایل خاموش میکنم چون نویز نمیرسه. به نظر نمیرسه. روشنم؟ به همسر سلام برسونه، به ارشیا رو بفرسته پیشو. آره سلام نمیاد. میرسونه رامبو سلام میرسونه. قیافش معلومه که نمیاد. سلام میرسونه. میگه باید ببرمش دکتر. آخه برای تعویض پانسماناش. آخه میگه دو نیم باید ببرمش دکتر. خیلی خوب. یه دیگه. آخه بدشانسیه به خاطر اینکه ارشیا رو متازه عمل کردیم و امروز باید پانسمانش عوض کنه اگه دوست داشتن بیاد. باشه. آره. حالا دفعه بعد که خواستیم دوباره حالتون رو آره به شدت سلام میرسونه. خداحافظی من میکنم. نه سلام برسون. آره بهتره که اصلا نباشه ببین پدرش چه موجوده. دقیقاً اینطوره. آسیب پذیریه. بریم. آله شده من. بیا میخوام ثبت کنم بهش. خب من میخوام اینو خاموش کنم که خودم با دستای خودم میخوام ثبت کنم. کجا؟ با کله خودم. قشنگ شدی. من آره دیدم انگار فکر کنم میخوام بریم تو معدن. امیر حسین ببین که میگم
ببین خیلی داره تو این آمیز بازی میکنه. من نه به خدا خیلی اصلا من رو داری خورد میکنی. اصلا من چیکار کردم تمام حالا صبر کن ببین من دیگه آستانه صبرم یه ببین تو الان 3-4 ساله که به عنوان یک بازیگر شناخته شده داری کار میکنی. وای دیدی چقدر مزخرف زدی. خیلی واقعا متاسفم. جا تو با من عوض کن. خب. به هر حال تو الان 7 سال و نیمه که صاحب فرزندی و چند سال ازدواج کردی؟ من 14 سال شد. چه خبره؟ آفرین. آره من 24 سالم. قبلش داشتی زندگیتو میچرخوندی، چه حرفه‌ای داشتی؟ من چیز بودم، مدی تولید یه کارخونه تولید داروهای دامی بودم. خب توی به اسم آویج دارو یه کارخونه‌ای بود که داروهای دامی نوتیپد برای سگ و طیور و گاو و گوسفند و اینا تولید می‌کردیم. تو شهر صنعتی کاوه تو صاحبه بود. من 1 سال مدی تولیدش بودم. 1 سالم مدیر کنترل کیفیش بودم، یه مدتم بازار بودم. پس از مدیر تولیدی رسیدی به بازیگری. خب نه، من از سال 72 این کلاس ها رفتم. خب کلاس های رسم هنر میرفتم، پیش آقای سمندریان میرفتم، پیش آقای طارق میرفتم. الان حرفه دیگه ای هم غیر از بازیگری داری؟ الان 1 سال نه. قبلش چی بوده؟ قبلش چیز ما وارد میکردیم، لوازم آرایش. بیا چرا نمیتونم من کلا خوش شدم انقدر یه دونه توپ خوب برام نیومد. یه دونه توپ اونور نیومد. اینا چی ان پس؟ آره آخه اینا میبینی ایراد داره. یه قد شکیل اونیل میخواد که بپره اینا رو بزنه. بخن میگن که چیزه یک ویژگی تو این بازی هست که هر چقدر فاصله توپ گوش میدیم به من نه معلومه که نه فاصله توپ با خط سفید کمتر باشه استاندارد بازی بالاتره. آها یعنی هر چقدر اینطوری رد بشه نه از اینجا نه از اینجا نه بالاتر البته رد میشه قاعدتاً بله مهم نیست چه جوری رد ولی استاندارد بازی بالاتره وقتی که نزدیک به تو بیا استانداردهای نوبین میخوام برات بگم الان یه دونه اسلو موشنشو میریم ببین حرکت ها استشو بزن الان اندازه چطوره بیا پای بیا پای بیا پای دهن دهن اینطوری دهن دیدی اصلا ممکن اینطوری بن جانسون هم میشه آرومش شبیه سیلوستر استالونه نیست چرا راکی وای تو مدرسه همیشه بهم میگفتن شبیشی آره راکی به قیافت چند امتیاز میدی چند امتیاز آره از چند امتیاز از 10 تا 2.5 چی به قیافت 2.5 امتیاز چرا انقدر کم پس تو باید خجالت بکشی بیای تو خیابون خب دیگه الان نمیکشم یه مدت. راحت دیگه بازیگر شد. چرا انقدر کم میدی؟ شکست نفسی داری میکنی؟ نه واقعا که 2.5 نمیدی. چرا دروغ میگی؟ ببین قطعا مثلا امروز صبح جلو آینه وایسادی مثلا نگفتی. وای امروز آینه فقط اومدم جلو تو ماشین تو آینه ماشین نگاه کردم که خیلی جولی پولی بودم فقط قابل تحمل بشه. راست میگی الان خیلی مرتب و دقیق بود. آره این اون چیزی که صبح بودم دیدی آینه فیدوریدو بودم اونطوری نیستم دیگه. بعد به کاراکتر چقدر امتیاز میدی از 10 تا؟ کدوم یکیش؟ به شخصیتت. من کی؟ اصلا سند من کی حرف زدم؟ چطور؟ من خودم ختم روزگارم منو سیاه نکن ببین اصلا قیافت داره داد میزنه داری از عذاب وجدان میترکی اینقدر رو معلومه؟ بعد پنجانیم شیش بعد به رفتاره چقدر امتیاز میدی؟ رفتارم با کی؟ رفتاره تو زندگی تو زندگی شخصیم؟ از 10 تا با خانوادت با فک و فامیل با خیابون 10 اوه اینقدر خوب رفتار آره. میکنی آره تلاشمو میکنم آره آره یه جا بذار خودخواه باشم من میام اینجا فکر کنم خودخواه باشم بد نیست تو این سوالی که کردی خودخواهیش بد نیست آره خب آره از 10 دیگه دوست دارم بزنم ات با این له کنی میخواد بزنی مهرهای گردنم رگ به رگ آبرومو بردی اومد واو خب خورما میخوام بخورم خب انرژی زیاد مصرف رفت تو دوپینگ و بیا دیگه بیا تو طرف بیا خودتون تقویت کنید بچه‌ها بیا او مرسی منش برو خب دارم با درم میام نتن چرا رابطت با آقای کیمیایی چجوریه با آقای کیمیایی؟ ها خب من کنارشون یاد گرفتم چی؟ مدرسهشون میرفتی نه؟ مدرسهشون نه من یه دوره آقای کیمیایی میخواست فیلم رئیس رو بسازه ها و این پروسه ساخت رئیس طولانی شد ها تقریبا نزدیک 1 سال طول کشید
بعد یک روز که یه دفعه این قضیه به وجود نیومد، یه روز توی جلسه دور همی دوستانه بودیم، پیشنهاد دادم که چرا مدرسه راه نمیندازید استاد، چرا مدرسه راه نمیندازید؟ پیشنهاد تو بود؟ آره، البته قبلا پولادم چند بار گفته بود ولی آقای کیمیایی زیاد پیگیر این ماجرا نمیشدن، تا اینکه بعد خیلی بحث جدی شد و دیگه مدرسه راه افتاد و یه مدت اولش هم اگر رام بود یادت باشه مدیر آموزشش من بودم. آه. که شما هم درس میدادین. بس آره، یه تقریبا یک نزدیک به یه سال هم مدیر آموزشش بودم. این توپه پنچره، دوستش داشتم بچه آرام بود. چرا میزنی؟ مگه تو چند تاشو تونستی بزنی؟ خواستم تنبیه کنم. دوستش داشتن شاگرداش؟ وای نمیدونی کلاساش چقدر طرفدار داشت، خیلی خیلی. تو واقعا وقت میذاشتم. آره آره واقعا انرژی میذاشت. البته چیز بود، آیه معتمن بود، ایشون هم درس میدادن، علیرضا امینی بود، خدای کیمیایی بود، ولی رامبد کلاساش چون خیلی انرژی میذاشت. تو از چی میترسی؟ عباس جان دیر وقت باشو بریم. میشم اینطوری. باشو. من برم یه دقیقه وسایلم جمع کنم. مورد اگه امکان داره میای من با هم بریم، من این وسایلم از تو آشپزخونه بردارم، من تنهایی میترسم. نه دیگه نمیتونم بیام، خودت برو بردار. مورد جلو بهار خانم من خواهش میکنم. بابا جان تو که میدونی بابام از وقتی جنگیر آورد منو شناخت، یعنی میدونی من بچه اون بابام، خب با من بده دیگه، برو خودت. مورد بهار خانم اینجاست، خواهش میکنم. نمیام. و خیلی چیزها. مثل بزرگترین ترس چیه؟ بزرگترین ترسم من از نظر کاری اینه یه روزی مثلا مردم دوستم نداشته باشن. مردم دوستت نداشته باشن؟ آره. چیز. بزرگترین ترسش اینه که مردم یه روز دوستش نداشته باشن. نه توی از نظر کاری گفتم، از نظر شخصی خب من از ارتفاع میترسم. آها بگو اینه بگو. دیگه از ارتفاع میترسم. دیگه از مار، از سوسک. یعنی ما بخوایم بریم بانجی جامپینگ تو نمیای؟ من نه، ببین من یه دونه فیلم بازی میکردم، انتهاش بعد بانجی جامپینگ میپریدم پایین. خب فاینال فیلمو عوض کردیم، گفتم من هرگز این کارو نمیکنم. خب چرا یه بدلکار نمیاد به جای تو این کارو؟ نمیدونم، اصرار داشتن دیگه. بعد از سوسک خیلی میترسم. از سوسک میترسی؟ آره، اگه قرار آره. باشه تو یه صحنه یه خاطره خیلی باحال من بگم، تازه ازدواج کرده بودیم بعد بس دیگه فکر کنم بس سال یادشه. آره ببین، بعد این یه سوسک بود همش این تو خونه ما، این سوسکه بود، من زنگ میزدم، این یک آقایی بود اسم آقا نعمت، من آقا نعمت بیا بالا، میومد بالا این سوسکه رو میگرفت دوباره میرفت، من یه پولی میدادم بهش و میرفت. بعد آخر سر یکی از همکاراش گفت این سوسکه رو میذاره تبریت میذاره، بعد دوباره ول میکنه و این ثابت شد به من، چون داشت میرفت افغانستان اومد به من گفت که من دارم میرم آقای رستمی، کارای سوسکی داشتی به جمال بگو. چقدر میگرفت؟ 500 تومن 1000 تومن مثلا. پولدار شده الان؟ نه نمیدونم. بعد موقع رفتنش یه روز زنگ زد گفت من دارم میرم افغانستان، کارهای سوسکی داشتی به جمال بود. بعد وقت کی سوسکارو تو خونه تو میکشه؟ خانومم. همسرت سوسکارو میکشه؟ آره، چون من اصلا این ترستو به بچه‌ت هم منتقل کردی؟ نمیترسه. نمیترسه؟ نه من نمیدونم، تحت تربیت خانومته نه تو. آره آره خدا رو شکر. اصلا میبینم از قیافش بدم میاد، بی دلیل میدونم دور میشه. به چی حسودیت میشه؟ به چی؟ حسودی؟ توی چیزهایی خیلی کم. مثل چی؟ مثل چی؟ به رامبد حسودیت میشه؟ وای نه، چرا؟ نمیدونم، همینجوری. به اشکان حسودیت میشه؟ نه. الان به بازی ما حسودیت نمیشه؟ نه. واقعا حسودیت نمیشه؟ به این ماهی داریم کار میکنیم، چرا حسودیت؟ به چی حسودیت میشه؟ بگو. آخه ببین رامبد قشنگ منو میشناسه، من اساسا موجود حسودی نیستم. به هیچی حسودی؟ آره مهربونه. به خدا اصلا نیستم، به خاطر اینکه خیلی بیوقدم و خیلی خوب میخوام برای همه. واقعا این واقعیه؟ آره واقعا. برای من و رامبد یه آرزوی خوب بکن. برای تو رامبد آرزوی میتونی جدا جدا هم آرزو کنی. آره. آها جدا جدا. آره. خب برای اشکان آرزو میکنم که توی آینده یک ازدواج موفق داشته باشه. ازدواج کردم من. راست میگی که یه ماهه. من نمیدونستم. خب آره. خب تبریک. یه آرزوی دیگه بکن. اونو که خب آرزو میکنم که زندگی خیلی طولانی و گرمی داشته باشی. میتونم خودم بخوام یه آرزو ازش؟ بگو. آرزو کن دیسک گردنم خوب بشه. جدی ماجرا؟ آره. خب پس الان چرا بازی میکنی؟ چون خیلی دیوونم، چون روانیم. آها. تو تفکره. آرزو چیه؟ این آرزو نیستش. آها.
خدای خسته شدم. برای رامو دارزو کن. شبیه غذا کشیدنمون شده. همه پانتومینه. یه سلامتی دیگه. ببین حرف زدنمون هم دیدی مثل بازیمونه. جملات کوتاه جوابای کوتاه. آهان آهان. سلامتی برای رامبو سلامتی. تارتروز چیز داری؟ رامبوت که سلامته، یا آرزو بهتر خب باشه، بهترین آرزو براش برای هر کسی به نظر من اول سلامتیه. خب برای من چی گفتی؟ برای شما سلامتی رو گفتم دیگه. آها برای من سلامتی؟ بله بله. اونم بیار. آخه چیز خاصی نیست که رامبوت بهش نرسیده باشه. وای نه بابا. سالم باشه که همینطوری ادامه بده. قبول دارم. آره آره. چرا بازی تنیس رو بهش نرسیدم هیچ وقت؟ خیلی خوبی پسرا، ادامه بده. رامبوت کوتا نیا. یا هفته چند بار؟ موقعی که کار دارم واقعا اصلا نمیرسم بازی کنم. خب پس یعنی تقریبا کار ورزش نمی کنم. الان ببین واقعا نزدیک یک ماه بود دست به راکت نزده بودم. یک ماه منم همینطورم. آره ولی کار که نداشته باشم فقط شنا و تنیس. منم شنا میکنم. آره آره. من یکی از دوستام اینجاست، تقریبا ما از سال 72 با هم دوستیم. خب یعنی دانشگاه با هم بودیم. پشتته نزدیکترم. با هم دوستیم و بعد دیگه تایم خالی که پیدا میکنم با پیام و با همیم دیگه. ولی قبول داری از این بابت حرفه‌ای مزخرفی داریم؟ یعنی یه زندگی آدم تحتیم بله بله میشه. اینکه نمیتونی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشی. آره از این لحاظ آره واقعا. چی شده؟ بابا گفت نزدیکتر باشین اومدم پیش تو. ما اینجوری بازی می‌کنیم. منم بیام اونجا. بزن. نه. ببین اینجوری. بیا واقعا یه بار کار کنیم اینجوری. من یه دونه سرویس بدم. رقم واسه اول بزن مرکز سرویس رو پیدا کن. بزن یه دونه. ببین من چپ دست نیستم، تو چپ دستی؟ منم میندازم سمت شما دقیقاً. اینجا میندازم. یکی دیگه بزن. یه مقدار تنظیم باید بشه. اون بر بزن. من چپ دست چپم کار نمی‌کنه. اون بر بزن. من چپ دستم هاش. مرسی مرسی. باریکلا دیدی رمز موفقیت همبستگیه، اتحاده. لهشون کنیم دیگه از اینجا به بعدشون. بفهم بزن. باریکلا مهم زدن. آره زجر دادیل منو خسته شدم. زجر یا قبل از توهین‌آمیز برخورد میکنه. زجر از این توهین‌آمیز برخورد کنه. خب باریکلا دیدی با توپ انقدی، یه توپ کوچیکی هست. با اون توپ کوچیک ببینیم میتونیم با بزرگ بزرگه که من میگم بیا گل کوچیک بازی کنیم، دروازه بذاریم گل کوچیک. آها آها کلا بی خیال شد. این چیه؟ توپ کوچیک. ما در سایزهای مختلف توپ داریم. در سایزهای مختلف آوردم ببینم با کدوم تو واقعا عاشق تنیسی نه؟ و طرفدار کی؟ طرفدار الان که خوب فدره، ولی قبلا آقاسی. قبلا آقاسی؟ آقاسی. آندره آقاسی. ببین از تئاترت برامون بگو. تئاتر ما یک پارسال یک کاری رو دعوت شدیم و شروع کردیم. یک سال نشستی کلا؟ خدا یک سال خورده ای طول کشید دیگه. یک سال تمرین. اولین تئاتر تو ادامه بده ها. اولین تئاتر با کی ادامه بدم؟ یه ادامه بده. بعد این تئاتر رو پارسال تقریبا الان نزدیک یک سال خورده ای میشه رفتیم جشنواره فجر تو بخش بین‌المللی شرکت کردیم. با کی؟ کارگردانش آروند دشتارای. آها آروند. حبیب هم بود نه؟ بله بله. البته آقای رضایی بعد از جشنواره اومدن دیگه. آها. چون اون گروه قبلی متن عوض شد، اون گروه قبلی تغییر کرد. راضی؟ علی سرابی رفت. جشنواره پارسال؟ پارسال. تو بودی؟ بله. کاندید سیمرغ شدیم ما. نه بابا. تمام بازیگرای آقا و خانم این گروه کاندید شدیم تو بخش بین‌المللی. آره. خانم تیموریان هست. آروند به منم گفت بیام بازی بکنم. بله. چون ما رو برای همین سری جدید که تیم عوض شد، از تیم قبلی فقط خانم تیموریان موند، سینا رازانی موند، آیه افشار موند، بیژن افشار من موندم و تناز طباطبایی موند. بعد چون متن تجربه چطور بود تئاتر؟ خیلی خوب. برات سخت بود؟ سخت بود. سخت بود به خاطر اینکه یک مقدار این کاری که ما کردیم بی برنامه بود، توش بلا تکلیف بودیم. یک سال خورده ای هی میرفتیم تمرین میکردیم، کات میشد تمرین میکردیم، چون منتظر بودیم برای اولین بار یه سالونی ساخته بشه که تو اون سالون ما این تئاتر رو شروع کنیم. که تو جریانش هست از بالا یه سری دستگاه داره، برای اولین بار تئاتریه که از بالا ما میایم پایین.
یکم از این لحاظ اذیت شدیم یک سال خورده ای توجه، ولی از اینکه یک اتفاق دیگه یه تو بازیگری خیلی خیلی من دوست دارم، از اینکه این نفس مردم رو حس میکنی و بازی میکنی حالت خیلی خوب میشه. آره بعدم خب مرتب من شانس داشتم هی یاد بگیرم دیگه. آقای رضایی رو انقدر اذیت کردم، گفت تو یک روز گفت تو متخصص گند زدن بهترین جوکای دنیایی. یعنی بعد وظیفه من تعریف می‌کنه. آره بگو یه جوک بعد تعریف کن. بعد وظیفه من اینه که این پیس وظیفه من اینه که بخندونم مثلا. بعد خب حبیب زحمت می‌کشید جوکای خیلی خوب برام پیدا می‌کرد، تنفهای خوب میومد میگفت، من نمی‌دونم چرا مثلا میگفت سالن میترکید، بعد من همونو برای یه گروه دیگه تعریف میکردم، همه اینطوری نگاه میکردن، بعضی هم بیدلیه اینطوری میکردن که امیرحسین بیشتر ناراحت نشه. اینه همسرت و چیز؟ ارشیا؟ یا آرشیا؟ آرشیا از اینکه تو بازیگر شدی خوشحالن؟ همسر 14 سال با تو زندگی کرده؟ بله. و تو شروع کردی به تمرین بازیگری و یاد گرفتن بازیگری و بعد به تجربه هایی تا اینکه اینا مال قبل بود. اینا مال قبل از این بود که من ازدواج کنم. من سال 77 ازدواج کردم. خب ولی من کلاسامو 72 میرفتم. باشه ولی به هر حال اینکه تو یه شدی بازیگری کمه بشناسنت که قبلش نبود. نه یعنی یه تجربه جدید شد. آره. برای خودت. آره. و خانواده. آره. حس میکنم خیلی اذیت شده. اذیت شد به خاطر اینکه همین شما الانه... میتونین بیاین تو ها که هم نشنیم رخ نباشه از رو به رو هم بگیرین. بیاین بیاین تو بیاین. احساس میکنم که یک مقدار چیزه، یک مقدار آزادیشونه گرفتم، یک مقدار اذیت میشن، خودم حس میکنم به خاطر اینکه الان ما مدت هاست نمیتونیم راحت بریم یه رستوران با هم دیگه سه نفری بشینیم یه غذای راحت بخوریم، چون بعضی وقتا میخوای برای خودت باشی، برای خودت، برای من. به رستوران معرفی میکنم که میتونی خیلی راحتی کار کنی. رستوران خودت. نه طب آقا جاهای دنج چیزی که خیلی آدم کم رفت ببینم آمد. اگه میگی رستوران آخه اینا که بزنم تو چونه اینا رو میخوام اینا رو دارم میگم چقدر آزاد راحت بریم اینا رو میگم که چیز نشه، تداعی بد نشه. چیز توه. بعضی وقتا ماها دوست داریم که با خانوادهمون برای خودمون باشیم، یعنی یه فضای کلونی برای خودمون شخصی باشه. بعد وقت میبینم آرامششون به هم میخوره دیگه، مثلا سر غذاست میان زیر نگاه ها اذیت میشیم، نمیتونیم راحت باشیم دیگه. خود ارشیا هم حس میکنه اینو. اگر که خانومت بخواد بازیگری بکنه اجازه میدی؟ آخ خودش بخواد. آره من یه چیزی گفتم، حالا دلش خواسته اصلا چیزو دوست نداره بازیگر، این فضا رو زیاد باهاش کاری نداره، ولی تو رو قبول میکنه. آره و قور نمیزنه سرت. ببین از رامبد قشنگ میشناستش، یک حامی خیلی خوب برای من بود، اگر نبود من خب خیلی یه دفعه من بازیگر نشدم. آخرین بار کی از دست عصبانی شده؟ آخرین بار دیشب. چی بود؟ چیکار کرده بودی؟ دیشب ما رفتیم آقای عظیمی بهت خیلی سلام رسون رامبد. چی؟ آقای عظیمی رفته بودیم یه کاری برای عید داره ضبط میشه که تبریکای عید و اینا بگیم، به من گفتن 10 تا 10 و نیم. بهرام عظیمی؟ نه بهرام عظیمی، نه آقای عظیمی، عظیم جوان رو هر چی عین بعد گفتن 10 تا 10 و نیم، منم گفتم چقدر خوب 10 تا 10 و نیمه. بعدم یک ربع به 3 اومدم خونه. آها از این بابت یه ربع به 3. آره یه ربع به 3 صبح. بعد به من گفتن یه کاره، فقط می‌خوایم یه تبریک بگین. من یه پیرهن پوشیده بودم با یه کت، بعد رفتم دیدم ایفل برج میلاد باید تو این سرما وسط این فوارا رد بشیم و بریم تو آسانسور بالا و بیایم پایین و بزرگتر. دلت میخواد ارشیا بازیگر شه؟ خب نه فکر تای دلم نه. چرا؟ به خاطر اینکه بخواد سختی خیلی داره، ما خودمون این سختی‌ها رو داریم حس می‌کنیم، دلم نمیاد سختی بکشه، شاید به خاطر عاطفه پدرم. خودش تصمیم بگیره چی؟ آره چرا که نه. آسیب جدی داره دیدی سر صحنه فیلم برداری؟ آره. چی؟ سر یه کاری بودم، من باید میپریدم پایین، کار مهدی ودادی بود. من باید میپریدم یه گودالی بود پایین. بعد منم کیانوش گرامی باید میپرید پایین. بعد کیانوش اینطوری نگاه کرد پایینو. کیانوش بعد... گرامی یک دوست عزیزی که ماشاءالله خیلی دو خورده 300 خورده بعد بعد بهترین فضا رو این دوست داره، من رو زمین میافتم، بذار رو امیرحسین بیافتم. افتاد رو تو. افتاد رو من. من مهرام صدا کرد، اصلا کتفم در رفت که منو بردن بیمارستان. بعد ماجرا اینه که کیانوش به من گفتش من زانوام تو کشتی آسیب دیده، اگر رو زمین میپریدم نابود میشد. بر همین گفتم خب نگو اینو دیگه کیانوش اینو به من نگو که من زانوام بذار من فکر کنم که مثلا اشتباهی پریدی.
بعد وقتی میبینی با تحلیل قبلی بوده، با تصمیم قبلی بوده، خب برمیخوره. من الان به یک نکته پی بردم که خیلی شبیه کاراکترایی که بازی میکنه. آها، دور نیست ازم. آره. خب کاراکترایی که برای رامبد بازی کردم تو چند تاش قاچاقچی بودم و دیلر مواد مخدر بودم، اینا به من نزدیکه. نه، یه لحنی داری که اون از بچه کجایی تو؟ تهران. اصالتا از جدن در جده. از طرف پدری نه، از طرف پدری ترکیم ما. ترکیه؟ آره. بابا شما که پروفسور جوان. آره. بله پروفسور جوان. آره. آره پروفسور جوان پسر عموی مادرمه، چون مادرم هم فامیل پدریم منتاب به اشکان میگی من میدونم. آره تنها به این میگم. مادر منم فامیلیش جوانه، جوان بوده، ولی پدرش تنها برادری تو مجموع برادرا بوده که فامیلیش عوض کرده و کرده فانی. خب یه چیز غم انگیز زندگی چیه؟ غم انگیز؟ خب خیلی زیاده، آدم عزیزاشو که از دست میده غم انگیزه. برای خود من به شخصه دو تا اتفاق غم انگیز، دو تاش مربوط به اشیا بود. یکی اینکه سر کار فرزاد معتمد نون و ریحون بودم و اساسا کار کمدی بود و قرار بود شاد باشه، دست اشیا زنگ زدن از مهدش گفتن شکسته. بعد من نمیدونی چه جوری خودمو رسوندم. شره اشیا خیلی شیطان. شیطون شر معلومه پر انرژی. پر شر انرژی. یعنی منفیه. شر؟ نه واقعا. آره شهر یکم چیزه. آره خیلی خیلی هایپر. دیگرش دارم اینو. خیلی هایپر. آره خیلی پر انرژیه. بعد خیلی سخت بود بخاطر اینکه اشیا تو اتاق عمل بود و ما هم باید کارو میگرفتیم میرسوندیم به شبکه. من جلو دوربین باید مثلا کارهای با نمک میکردم تو قصه، ولی تمام فکر و ذکرم تو اتاق عمل بود. بعد یه دفعه علی قربانزاده از پشت صحنه بدون اینکه کات بدن گو امیر حسین خانم زنگ زد، گو اشیا رو بردن بیرون، همه چی خوبه، ما میپریدیم بالا پایین. شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید؟ عباس بد جوری داشت. ببخش من این سوال بکنم، خانوادت چقدر برات مهمه؟ همه بیشتر از کارت؟ آره قطعاً. آره اشیا یه روز بهت بگه بابا نمیخوام این فیلمو بازی کنی، قبول میکنی؟ تو چه سنی بگه به هم؟ مثلا دو سال دیگه، سه سال دیگه که تو مطمئنی دلیل داره کاملا داره. آخه دو سال دیگه من بعید میدونم هنوز به تحلیل درست رسیده باشه. نه بعد به هر حال بچه 8 سال و نیمی. به هر حال بچه‌ت همین الانش هم اگه بگه به نظر من بعد راجبش حرف زد. آره ولی وقتی تحلیل درست باشه، اگر یک روز چون مثلا هر چی گلو درد داره، خب بعد مثلا میگم هر چی انگور نخور دوست داره بخوره. من میدونم چه تحلیلی پشتشه، ولی هر چی که نمیدونه. خب اگر یه روزی ارشیا یا آرشیا تحلیل با تحلیلی که تو قبول داشته باشی، یک فیلمی که خیلی دلت میخواد بازی کنی، بگه من دوست ندارم تو این فیلمو بازی کنی. آره. واقعا داری میگی؟ آره. من گوش میکنم، فکرمش میکنم، ولی در نهایت کار خودم میکنم. خیلی خوب. بریم شروع کنیم بازی کردن. هر موقع دیگه خسته شدن آف کنن واس خودشون باشن. آره باش شروع ایشون. کنیم برو عقب. من هی راکتم عوض میشه تا به اون میخوام عادت کنم یه چیز دیگه میشه. راکت چه عوض کردی؟ خوب بود آره کردم. آره از هیچی بهتر بود. آها. برای مردم خوبم، ما اساساً برای شما زنده ایم، برای شما بازی میکنیم. من این خواهش رو دارم که متوجه باشن ما یه حریم خصوصی داریم، به این حریم خصوصیمون احترام بذارم. قربون همتون برم. من به نمایندگی دیگه از مردم آره فراتون بشم. مرسی. اولین باره داری درخت میکاری؟ جمله راحتش این بود. آره بابا. آره یا همش یه درخت میکاشتی تا حالا از این برد. چه دنبال باباش هم میاد؟ دقیقه که عزیزی؟ آره میگه پیرو به پدرش. آره کدومو؟ من آره عشی به نظر تو کدومو بکاریم؟ به نظر من میگم اینجا این خوبه؟
امیرحسین رستمی و درشیا در زمستان نوروز کاشته شد برنامه تلویزیونی یه 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 نشون بده به دوربینا. آره من بیماری لنز دارم. این لنز استفاده کن. اون لنز بعدم کیف میکنه. اون لنز این لنز همه لنز ها بود؟ بله چه همه لنز بیشتر این بعد هست مبارکه مرسی. نقش نیست برعکس خیلی ها دنباله تو دنبال من بیا بیا ببین منم از حادثه پرم هم عشق میکنم هم غصه میخورم راهی زیادم و یه وقتایی کمم گاهی واسه خودم یه نقش مبهمم هر بار نقش من عمر دوبارمه این سر نوشتمه این روزگارمه گاهی بازیه گاهی فاجعه گاهی حقیقته گاهی شایعه هم بازیه همین تو مسمه زندگی تا حرفم رو بگم گاهی بازیه گاهی فاجعه است گاهی حقیقته گاهی شایعه است هم بازیه همین تو متن زندگی تا حرفم رو بگم تا حرف تو بگیر